بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه بیننده های عزیز، در کنارتون هستیم با سلسله پخش زنده های کمیته انتشار کمیسیون رسانه و امروز یه روز فوق‌العاده رو داریم، یه مهمان عزیز داریم که حالا یه ذره جلوتر بهتون معرفی میکنم و با ایشون هم آشنا میشین. البته آشنا که هستین، ایشون صحبت میکنن و بیشتر با ایشون آشنا میشین. اول از همه میخواستم ایام عزاداری امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه عزیزان تسلیت بگم و خب امشب مراسم هم داریم توی آراد که خب روی سایت چند روز داره خبررسانی میشه. عزیزانی که نزدیک هستید حتما سعی کنید خودتون رو به این مراسم برسونید و اون عزیزانی که حالا به خاطر فاصله یا هر مسئله‌ای نمیتونن خودشون رو به خود مراسم برسونن، حتما پخش زنده رو داشته باشید، چون ما یه پوشش خبری کامل داریم از کل مراسم و میتونید کامل تو پخش زنده تمام مراسم رو ببینید. اصلا به همین خاطرم امروز پخش زنده مون رو زودتر برگزار کردیم. وعده ما معمولا هولوحش ساعت 5 هستش که امروز دیگه از ساعت 2 کنار شما عزیزان هستیم و دیگه بعدم که دیگه میشه فردا جشن و عید و اینا هم هستیم کنار هم دیگه ان شاء الله. میمونه برای برنامه امروزمون که میخوام اول مهمان عزیزمون رو معرفی کنم و یه تصویر بزرگ داشته باشیم که مهمانمون هم توی تصویر باشن، حضور داشته باشن. و سلام میکنم خدمت خانم خسرو جردی عزیز. بفرمایید عزیزم. خوب هستی؟ سلام، قربان شما، ممنون از دعوتتون. من عادل خسرو جردی هستم، معرف حضور دوستان هستیم و عضو شورای رسانه هستم، قسمت انتشار، سخنگوی انتشار شورای رسانه. بله خانم، در خدمت شما هستم. سلامت بشید. خانم خسرو جردی جان، من دبیر کمیته انتشار هستم و خانم خسرو جردی عزیزم سخنگوی رسانه که خوشبختانه تو این همکاری قشنگی که با هم دیگه داریم یه سری خبرهای خیلی خوش هم داریم براتون که خانم خسرو جردی یه سری برنامه‌ها رو داره براتون که عالیه. اینا رو حتما دالا جلوتر خودشون هم براتون توضیح میدن. و صحبتی دارید در مورد فعالیت‌هایی که تا الان انجام دادی؟ خدا رو شکر می‌کنم که این بستر آماده شده برای این کار که ما خیلی راحت‌تر با دوستان تاجرمون در ارتباط باشیم. برنامه‌هایی که تا به الان خدا رو شکر 3 جلسه شورا برگزار شده و برنامه‌هایی که گفته شده و مصوب شده قرار هستش که به نتیجه برسه و خدا رو شکر رأی آورده و انشاءالله به زودی، بله دقیقاً با قاطعیت آرا، حداقل 96% آرا رو به دست آوردیم و قرار هستش که سورپرایز های خیلی ویژه‌ای برای دوستان اجرا بشه. هستیم در خدمت. انشاءالله. خب خانم خسرو جردی جان، یه مقدار در مورد جلسات حضوری که انشاءالله قرار جلوتر داشته باشیم برامون بگید که اینا رو به چه شیوهی دارید پیش میبرید؟ قرار هستش که از تاجرانی که در حوزه فعالیت هایی که دارن و در آراد عزیز هستن دعوت به عمل بیاد، مسائل مشکلاتشون رو بگن، نسبت به کارهایی که رسانه میتونه برشون انجام بده خدماتی بهشون ارائه داده بشه. و ما این یه چند تا دوره همی داریم که هر هفته قرار هست اجرا بشه. یک دوره همی خیلی بزرگی هستش که در تاریخ 25 شهریور ما روز یک شنبه از همه دوستان و آرادیای عزیز دعوت میکنم که تشریف بیارن، در سرای اندیشه برگزار میشه و تعداد زیادی از دوستان قرار هستش که ما میزبانشون باشیم و بعد از اون هم از تاجران به تک تک دعوت میشه که تشریف بیارن و مسائلشون رو بگم و ما در حوزه رسانه بتونیم خدماتی رو بهشون اجرا کنیم. خیلی هم عالی. این دوره همین که الان خانم خسرو جردی گفتن، این الان چند روز ما داریم خبررسانی میکنیم روی سایت که انشالله همه عزیزانی که مایل هستن بتونن خودشون رو برسونن و یه سلسله دوره همین هاست دیگه. حالا اولینش میفته این هفته، انشالله جلوتر هم جلسات بعدی هم هست و فکر میکنم توی برنامه‌ای که شما دارید اینجوری که اگر کس دیگه ای هم خواست تو شهر دیگه میتونه باهاتون هماهنگ بشه، درسته؟ بله دقیقاً، افراد و دوستانی که میخوان دوره همی‌هایی رو اجرا بکنن در شهرهای خودشون. مثلا ما در تهران هستیم، دوستانمون در اصفهان، قم هم که مرکزیت داره خدا رو شکر، و در تمام شهرهایی که تمام تاجران عزیزمون هستن میتونن با ما هماهنگی بکنن و طبق هماهنگی‌ای که اجرا میشه براتون بتونیم برنامه‌ها رو بدیم و عمل بکنن. یه نکته‌ای رو هم بگم، این دوره همی که در تهران هست 8 بنگاه با همدیگه این دوره همی رو برگزار کردن و بسیار دوره همی خوبی خواهد بود و خوشحال میشیم که دوستان تشریف بیارن و
بزرگان تجارت رو هم اونجا ببینن و نقطه نظراتشون رو بگن و ما بتونیم خیلی راحت‌تر، بهتر و موفقیت‌های بیشتری رو در این مسیر با اینها تجربه بکنیم. خیلی عالیه، خیلی عالیه. یه موضوعی که خب ما تو این چند روز همش در موردش داریم صحبت می‌کنیم اینه که قدرت رسانه رو بشناسیم. مهمترین مسئله‌ای که وجود داره اینه که بدونیم ما الان در یک عصر و زمانی داریم زندگی می‌کنیم که حداقل رسانه می‌تونه نهایت قدرت خودش رو نشون بده و هر کسی هم می‌تونه این قدرت نمایی رو انجام بده. یعنی هیچ محدودیتی در رابطه با بحث این که آقا من می‌خوام مثلا میگم پایگاه رسانه‌ایمو داشته باشم نداشته باشم، نه محدودیتی وجود داره نه اجازهی وجود داره، اما رسانه رو بشناسیم. یعنی من وقتی میگم رسانه، خب یه موقعی فقط توی ذهن یه سری افراد این هستش که خب این رسانه که داریم در موردش صحبت میکنیم، یا میشه مثلا میگم به عنوان مثال میشه تلویزیون، سینما، یا نهایتاً حالا یه سری ویدیو کلیپ ها. اما نکته‌ای که تو بحث رسانه وجود داره گستردگی فوق‌العاده‌ای اونه. یه زمانی افراد، خب ما میگیم آقا شما اگر میخوای اون بزرگی و اون عظمت خودتو نشون بدی باید رسانه داشته باشی، رسانه تو رو بزرگت میکنه، درسته؟ نکته اینجاست قدیمی هم یه سری افرادی بودن که خیلی شناس بودن، خیلی آشنا بودن، خیلی به نام بودن و این افراد خب اون زمان یه همچین رسانه هایی وجود نداشت. چی شد که به این مرحله رسیدن؟ در اون حضورهایی که توی مجامع به هم میرسوندن. یعنی چی؟ یعنی مثلا به عنوان مثال گفتیم اگر قراره تبدیل به یک فرد بزرگ بشیم باید یک فرد اثرگذار بشیم. برای اینکه بتونیم اثرگذار باشیم امضای ما باید تو زندگی افراد وجود داشته باشه. حالا امضای من چیه؟ یا یه حرفی گفتم که زندگیشو تونستم تغییر بدم، یا یه کاری براش انجام دادم و این کار براش خیلی توی ذهنش باقی مونده که این فرد یا اصلا زندگیشو کلا تغییر داده، درسته؟ حالا ما گفتیم برای یه همچین شرایطی نیازه که رسانه داشته باشیم، چون الان که دیگه من نمیتونم مثل قدیم، مثلا قدیم یه حاج آقایی بود توی یه محلهی توی یک جایی توی مسجدی، این خیلی معروف بود. چرا؟ چون برای همه اعضای اون محله داشت ریش سفیدی میکرد، هر کس مشکلی داشت، دغدغه‌ای داشت، اصلا یه حرفی میومد میزد تمام بود، نیاز نبود خیلی کار خاصی انجام بده. و اون موقع چیزی به اسم رسانه به این معنا که من بخوام ویدیو داشته باشم، نمیدونم پادکست داشته باشم، اینا نبود. همین حضوری که داشت توی این حالا جمع‌ها، همین باعث میشد که اون بزرگی خودش رو میتونست نشون بده، درسته؟ پس من اگر میخوام یک فرد بزرگ باشم از همه ظرفیت‌های رسانه‌ای بعد استفاده کنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان خانم خسرو جردی عزیز گفتن که آقا ما دوره همی‌هایی رو داریم. خب این دوره همی‌ها برای چی داره اتفاق می‌افته؟ که ما بتونیم اون بحث رسانه و قدرت عمل رسانه توی بزرگ کردن شما رو توضیح بدیم. حالا اون چیزی که می‌خوایم توضیح بدیم و اون خروجی کار که به صورت مجازی میاد، اون یه بحث جداییه. آقا تو این دوره همی‌ها باشید. باشید که یاد بگیرید، باشید که همراهی داشته باشید. یا خانم خسرو جردی میگه آقا من مثلا تهران، قم، همدان و اصفهان بچهای تیم کمیسیون رسانه ما حضور دارن. شهرهای دیگه هم اگر میخواید بیاید وسط ما کمکتون میکنیم. خب این قضیه چه اتفاقی میفته؟ خب شما میتونید بگید آقا من این کارو میتونم انجام بدم. یه سری فعالیت ها رو که ما خودمون به عنوان کمیته انتشار داریم انجام میدیم. من خب بارها و بارها گفتم الان دوستان دوباره زیرنویس میکنن، از این کانال ها، از این آیدی ها استفاده کنید. آقا ما کانالو گذاشتیم برای اینکه کار ساده تر بشه، کانال آراد مدیا، برای اینکه شما اونجا عضو میشی و هر فایل رسانه‌ای که خاصی برمی‌داریم ازش استفاده می‌کنی. خواهم می‌کرمت من وقت نمی‌کنم واقعا فایل تولید کنم خودم، اشکال نداره از این استفاده کن، اما همه زندگی که تو روی این نباید ببندی. تو مرحله بعدی تو خودت هم باید بزرگی خودت رو نشون بدی. اینو داریم بهت یاد میدیم اونجا تو اون کانال، ما داریم اینو بهت یاد میدیم که آقا توی این کانال مدیا ریلیز شما وقتی عضو باشی یاد میدیم چه شکلی بتونی بسازی و چه شکلی حالا اینا رو انتشار بدی. یعنی ساختنش یه بحثه، انتشار دادنش مهمتره. تو اگر یه فایل قوی رسانه‌ای داشته باشی و نتونی اینو منتشرش کنی، خیلی ها تو همین قسمت کلن گیر میکنن، نتونی اینو منتشرش کنی، عملا انگار یه چیزی، یه گیاهی روش نکرده خفه میشه. یعنی به جای برندسازی، برندسوزی برات اتفاق میفته و از دست میره. آقا خواهی میکراتی راه نمایی میکنی چجوری این کار رو انجام بدم؟ من به عنوان دبیر کمیته آراد ریلیز، اکانت آراد ریلیز دست منه، از سمت دیگه خانم خسرو جردی عزیز به عنوان سخنگوی کمیته انتشار، خب
دیتاهای دیگه هم دست خانم خسرو جردی هم هست، شما میتونه راه ارتباطی با خانم خسرو جردی هم الان زیرنویس میشه، شماره تماسشون هست، آیدیشون هست، باشون ارتباط بگیرید. اصلا روی سایت شما وقتی میرید بخش درباره ما، راه ارتباطی همه ما افرادی که توی شورا هستیم همه اونجا قرار گرفته، ارتباط بگیرید، بگید بابا من میخوام بزرگ بشم. قبلا هم گفتم قبل از اینکه شما یک تاجر برند و بنام باشید باید خودتون به عنوان یک فرد یک شخصیت بزرگ باشید و تونستی خودتو بزرگ کنی، حالا میتونی تاجر بزرگ باشی، میتونی یک فرد بزرگ توی شغل دیگه‌ای باشی، تو هر زمینه. آقا من یک بزرگی رو اول برای خودم اثبات کنم، بعد بگم اصلا تعریف هویتیم چیه، حالا تعریف هویتیم من تاجرم، حالا میام یک تاجر بزرگ میشم. پس اینو برای خودتون جا بندازید. جلساتی که خانم خسرو جردی گفتن حتما ازش استفاده کنید. بابا اونجا 8 بنگاه بزرگه، من برم اونجا یاد بگیرم. رسانه، حالا اخبار اعضای شورا رو دوباره شما میبینید روی سایت میاد. ببینید افراد با همدیگه در مراوده هستن. اصلا یکی از نشونه های بزرگی اینه که من با افراد بزرگ در ارتباطم. یه آدم بزرگ دوروریاش آدم کوچیک نیستن، دوروریاش هم آدم بزرگن. جمع شید، در کنار بزرگان باشید و از خودتون مستند داشته باشید. عکس بگیرید، همچنین کنار هم دیگه نشستید یه عکس سلفی تموم شد، همین براتون باقی میمونه. آقا من اینو تو کانالم منتشر میکنم، نگاه کنید دوروریای من آدم بزرگن. مثلا من یه دوستی دارم تهران، تو این دوره همین میخواد با خانم خسرو جردی حضور داشته باشه، 8 بنگاه دیگه هم اونجا هستن. من خودم کجا؟ من مثلا به عنوان مثلا تبریزم، من نمیتونم تو اون جلسه حضور داشته باشم. عکس دور همه عزیزان دیگه که اونجا هستن رو منتشر میکنم، میگم که حالا شما اونجا بودید خوشحال، یه کپشن قشنگ مثلا جای من اونجا خالی، دلم پیش شما بود. نتیجه چی میشه؟ میگن واه دوستای این اطرافیان این چقدر بزرگن، خودش نتونسته کنار. اطرافیان تو رو بزرگ میبینن. بهتون گفتم وقتی میخوای یه نفری رو بشناسی، 5 نفر دور و برش رو بشناسی کافیه. وقتی اون 5 نفر رو شناختی و آدمای بزرگی دیدی، میفهمی که خودش هم آدم بزرگیه. وقتی یه عکس از دوستات که خودت نتونستی پیششون باشی منتشر میکنی، آقا این آدمای بزرگن. 4 نفر آدم منتشر نکردی که رفتن توی کافی شاپ بالا کنار هم دیگه نشستن، نه اینا تاجرن، تاجرایی هستن که تو بحث تجاری فعالیت دارن و موفقن. وقتی تو اینو منتشر میکنی، آقا یعنی من رفقای منن، منم مثل اینا بزرگم. پس از این ظرفیت ها استفاده کنید. خب خسرو جردی عزیز، یه سری فعالیت ها تو بحث پادکست هم انشالله قرار داشته باشه، توی برنامه‌تون بود درسته؟ بله دقیقا، یه سری پادکست ها هستش که خیلی کمک میکنه به دوستان، هم در زمینه تجارتشون، هم در زمینه آموزش هایی که میتونن متوسطی کنن، هم در زمینه های مختلفی هستش که کلن تجارت رو بیان میکنه و چالش هایی که در تجارت هست که در اختیار دوستان قرار داده میشه. خیلی هم عالی. تو همون کانال عضو باشید، من و خانم خسرو جردی اونجا خبرهای خیلی خوشی رو براتون داریم. انشالله که آموزش هایی که بهتون میدیم نتیجهش هم کنارش میبینیم، چون قراره با هم دیگه حالا طولانی مدت در ارتباط باشیم و یه برنامه خیلی قشنگ داریم که تو این 6 ماه که تا آخر سال باقی مونده، شما اول سال جدید خودتو یه آدم جدید میبینی دیگه، اصلا کلا همه چیز متفاوت برات اتفاق میفته. این عالیه. انشالله توی مراسم امشب هم که شما حضور دارید عکساشو منتشر میکنیم. قطعا همینطوره. یه مسئله هم که هستش اینه که دوستان خیلی خیلی زیاد رسانه رو جدی بگیرن. دقیقا 90% از پیشرفت توی تبلیغات هست. اگر 100% خودشون رو میخوان بذارن، 90% رو اختصاص بدن به تبلیغاتشون، به دیده شدنشون، به اینکه چه کار کنیم که دیده بشیم، چه کار کنیم که اسم ما زبان زده همه باشه. و وقتی که شما این رو، و این هم هستش که خیلی از دوستان مسئله دارن که خب ما یه نفری نمیتونیم و این رو در کنار ما بیان تجربه کنن و بدونن که یک نفری نیستن و ما یک مجموعه هستیم که در کنارتون هستیم 0 تا 100 و هر مشکلی داشته باشین، هر چالشی براتون ایجاد میشه، اگر راهکارهاش رو نمیدونین، ما در کنار شما هستیم که این راهکارها رو در اختیار شما بذاریم و در تجارتاتون خیلی خیلی موفق‌تر باشین. کار سختی نیست، فقط باید دل بدین و بدونید که ما همیشه دلدار شما هست. خیلی هم ممنون شما عزیزم. سلامت باشید. دیگه یواش یواش پخش رو تموم کنیم که بریم دیگه برای کارهای دیگه. و خیلی خوشحال شدم که امروز هم کنار شما بودم. انشالله اگر بشه خانم خسرو جردی عزیز بتونن زیاد قم بیان که تو قم دوباره کنار هم دیگه هستیم و با هم کنار شما هستیم، و اگر هم نه
حتما توی شهرهای دیگه هم که هستید باشون ارتباط بگیرید، بتونید اون ارتباطات رو برقرار کنید و در کنار همه اینها انشالله امشب هم کنارتون هستیم. عکساش هم برای سایت میفرستیم اونجا ببینید انشالله. و انشالله این قول رو هم بدیم که در برنامه‌های بعدی توی سیستم اجرایی عمل می‌کنیم و به دوستان اطلاع میدیم که از چه تاریخ‌هایی میتونن خودشون رو پیش ببرن و جلوتر و جلوتر. برنامه کامله که براشون داریم انشالله. تو جلسه حضوری هم خب شما کامل دیگه براشون رو بله، باز کنید دیگه. بله حتما. خیلی عالی، خوشحال شدم که کنارتون بودم عزیزان و روز خوبی رو داشته باشید و امیدوارم که امسال بدرخشید. موفق و پیروز باشید، روز بر شما خوش.